نرمش طالبان برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان. آغاز مرحله نهایی امضای تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تا چند روز دیگر. محکوم شدن یک مرد به اعدام در بلد هرات به اتهام تجاوز بر یک دختر 2.5 ساله. انتظار از رئیس جمهور تازه ایران برای از میان برداشتن نگرانی های جهانی و کمک مالی امریکا برای رشد تجارت زنان در افغانستان. با نام خدا و با عرض سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 26 ماه جوزا سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 16 ماه جون سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. طالبان خواهان به میان آمدن امارات اسلامی نیستند و این بار خواست مردم را نیز در نظر می گیرند. متسم آقا جان از چهره‌های برجسته طالبان و از اعضای کلیدی شورای کویته برای نخستین بار با طولونیوز گفتگو انجام داده است. آقای متسم میگوید که اگر طرف‌ها در گفتگوهای صلح صادقانه عمل کنند، افغانستان به صلح دست خواهد یافت و طالبان حاضر هستند با دولت افغانستان گفتگو کنند. در این باره شریف امیری گزارش تهیه کرده است که تقدیمتان می‌شود. معتصم آقا جان در این گفتگو از سال سخن میزند و بیشتر بر به میان آمدن سال تاکید میورزد. خلاف همه باورها درباره به بن‌بست رفتن گفتگوهای سال، این چهره برجسته سیاسی طالبان از خوشبینی ها در گفتگوهای سال میگوید و به نتیجه رسیدن این روند را مشروط به عملکردهای صادقانه همه طرف ها میداند. د افغانی معزلی او د افغانی کشالی اروند او شکل لوری که ټول دا عزم او اراده وکړي او ټول په دې باور باندې چې په اخلاص، صداقت او رښتینولۍ باندې هڅې او کوششونه پیل او شروع کړي او په دې بهیر کښې مخلصانه اقدامات اوچت کړي، فکر کوم چې په افغانستان کښې ډېره ژر یو ملي سوله روغه او ملی وحدت ممکن دی چرامینز دسی. معتصم آقا جان طالبان را در کل به دو دسته برمی شمارد، گروهی تند رو و گروهی میانه رو. گروهی میانه رو بیشتر تمایل به گفتگوهای سال دارند. این مقام طالبان نمایندگی دفتر قطر را به طالبان دسته تند رو پیوند می دهد. اما یا طالبان در پی ایجاد دوباره امارت اسلامی در افغانستان هستند؟ زد پر اسلامی امارت بانی هم یعنی اصرار او ټینګار نه کوم چې خامخا دې په افغانستان کښې اسلامي امارت جوړ سي او د طالبانو د اسلامي امارت په چوکاټ کې یا د هغه پر بنیاد باندې یو حکومت رامینځته سي. زه ودې ته ژمن یم چې باید په افغانستان کښې زموږ د اسلامي ملت د ارادې سره سم یو نظام رامینځته سي. آقای معتصم تمامی حمله هایی را که در آنها به غیر نظامیان آسیب می رسد پذیرفتنی نمی داند و اطلاق واژه کافر را بر نیروهای امنیتی افغان کار درست نمی داند و بر مسلمان بودن نیروهای امنیتی افغان تاکید می ورزد. انتحار چدی حقا واقعا په اسلام کشی جایز ندی. یو انتحاری بریدونه دی او یو طالبان د طالبانو بریدونه دی. طالبانو هغه بریدونه دی چې هغه دی او مسلمانان فدایی بریدونه ورته وایي. هغه انتحاری بریدونه موږ نسو بللی. په لحاظه دا چې طالبان باندې جنګ ته فل سوی دی او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې باید د ځانونو څخه دفاع وکړي، کله ناکله دوی فدایی بریدونه پر خپل دشمن باندې ترسره کوي. تا اکنون هم واره از تندروی ها و مخالفت های طالبان درباره آینده کشور و روند گفتگوها شنیده شده است. اما گفته های آشکار معتصم آقا جان از چهره های برجسته و کلیدی طالبان بیانگر این واقعیت هم می تواند بود که این گروه جدا از برنامه های تبلیغاتیشان در برخی از حالات از تندروی هایشان کوتاه آمدند و حاضر هستند در روند حکومتداری سهم بگیرند.
در این حال وزارت امور خارجه از آغاز مرحله نهایی امضای تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن خبر می‌دهد. پس از پخش گزارش‌ها درباره به بن‌بست رسیدن گفتگوها برای نهایی شدن تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، وزارت امور خارجه می‌گوید که تا چند روز دیگر مرحله چهارم گفتگوها درباره امضای تفاهم‌نامه آغاز خواهد شد. وزارت امور خارجه تاکید می‌ورزد که درباره چگونگی توافق‌نامه امنیتی با واشنگتن با مردم افغانستان نیز در یک جرگه مشوره خواهد شد. سید حازم آرش گزارش می‌دهد. وزارت امور خارجه میگوید که این نشست تا چند روز دیگر در کابل آغاز می شود و احتمال می رود که در این دوره گفتگوها چگونگی امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن نهایی شود. اما وزارت امور خارجه تاکید می کند که پس از نهایی شدن گفتگوها با واشنگتن با مردم افغانستان در یک جرگه نیز مشوره خواهد شد. تروس پوری چیز مون مذاکرات تر سره شوی دی په مثبت فضا کی په دوستانه فضا کی تر سره شوی دی او زمونږ دغه خبرې او مذاکرات ادامه لري او هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې دغه نهایي کړو او بالاخره آخري تصمیم بیا هم لکه څنګه چې رئیس جمهور کرزي ژمنه کړې د افغانستان د خلکو سره هغه تصمیم به د افغانستان خلک نیسي. یوه لویه جرګه به راغوښتل کیږي، دا سند به ورته وړاندې کیږي او لویه جرګه به په هغه باندې خپل تصمیم نیسي. در تفاهم‌نامه امنیتی کابل و واشنگتن شرط‌های را مطرح کردند. ظاهراً کابل به ثبات پایدار پافشاری دارد و واشنگتن به پایگاه‌های نظامی و مسئولیت قضایی سربازانش. اما دیده شود که در این دور دو طرف به چه نتیجه خواهند رسید. پیش از این ناتو نیز امضای این تفاهم‌نامه را پیش شرط برای ادامه ماموریتش عنوان کرده است. در آستانه آخرین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی، کمیسیون تنظیم روند انتقال طرح پیشنهادیش را به رئیس جمهور کرزی می‌سپارد. این کمیسیون می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان از توانایی‌های لازم برای به دست گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشور برخوردار شدند، زیرا این نیروها توانستند که امنیت را در آن بخش‌های کشور که نیروهای خارجی حضور ندارند به خوبی تأمین کنند. کریم امینی گزارش دارد. مرحله پنجم انتقال مسئولیت های امنیتی آزمون است سرنوشت ساز برای کشور، آزمونی که چگونگی توانایی های نظامیان کشور را به نمایش خواهد گذاشت. با آغاز این مرحله بار مسئولیت های امنیتی سراسر کشور بر دوش نظامیان بومی گذاشته می شود. از همین رو مقام های افغان در اینجا گرد آمدند تا در این باره طرح ها و نیازهایشان را با همدیگر در میان گذارند. بزودی مرحله پنجم انتقال اعلان خواهد شد و بر اساس از این مسئولیت سرتاسری امنیتی را قوای مسلم به دوش خواهند گرفت. در این میان از توانایی های نظامیان بومی هم سخن گفته می شود. توانایی هایی که ظاهراً مقام های افغان را به آینده خوشبین ساخته است. ملی اردو، ملی پلیس او ملی امنیت نن د دې وطن ویار دی. اتاس له کوخو له برکته او اتاس د قربانیو له برکته دا خاوره مسئونه ده. سره له دې چې په زرها ایمو بین‌المللي مرستندوی له دې خاورې نه ووتل، تاسې د دې اجازه ورنکړله چې یو امنیتي خلا راسي. کمیسیون تنظیم روند انتقال میگوید که پنجمین و آخرین مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان به زودی از سوی رئیس جمهور کرزی اعلام خواهد شد. دادگاه ابتدای هرات مرد را به اتهام تجاوز بر یک دختر 2.5 ساله به قتل این دختر به اعدام محکوم کرد. رئیس این دادگاه میگوید که این دختر در هنگام تجاوز جان باخته است. مرد متهم در این دادگاه اتهامش را میپذیرد، اما دادگاه خواهان بخشایش است. در این حال شمار از نزدیکان این دختر خواهان نهایی شدن این حکم دادگاه هستند. نهی یا نهاد پشتیبان از رسانه های آزاد کشور گفتای اخیر عبدالستار خواصی نماینده مردم پروان را در مجلس نمایندگان که از واژه جهاد در برابر شمار از رسانه ها کار گرفته است نکوهش می کند. مسئولان این نهاد می گویند که جهاد یک وظیفه مقدس است، اما نباید از این واژه برای رسیدن به هدف های شخصی بهره برداری ابزاری شود. این نهاد چنین موضع گیری ها را در برابر رسانه ها بلقه های در داخل مجلس نمایندگان و حکومت پیوند می دهد. طارق مجیدی در این باره گزارش دارد.
گفته های اخیر عبدالستار خواصی نماینده مردم پروان در مجلس که از واژه جهاد در برابر برخی از رسانه ها کار گرفته است، انتقادهای سخت برخی از نهادهای حمایت از رسانه ها را برانگیخته است. در برابر رسانه ها اعلام جهاد و یا هم این که ما جهاد میکنیم و همچنان بحث این که ده از اراذل و اوباش در رسانه ها هستند، اهانت به یک عرصه مهم و یک سکتور مهم افغانستان است. در حالی که حلقه های مشخص در دولت به تلاش برای محدود ساختن کار رسانه های آزاد متهم می شوند، چنین گفته ها تا چه اندازه می تواند رسانه های آزاد را در کشور آسیب زند؟ اعلام جهاد باید توسط مفتی صورت بگیرد، نه یک وکیل پارلمان. بحث دیگر هم هست که من عرض کردم که صحبت های متاسفانه قبل از این هم صورت گرفته بود که سبب نگرانی های خبرنگاران و نهادهای خبرنگاری در افغانستان شد. اگر به این صحبت های دیروز ادامه داده شود، به این معنی خواهد بود که رئیس جمهور، کابینه و در مجموع دولت افغانستان در صدد آوردن سانسور و محدودیت بر کار رسانه هاست. از سوی هم گفته های اخیر عبدالستار خواصی با انتقاد برخی از سناتوران نیز روبرو شد. ما میگویم که جناب خواصی امو اوباش و مزدوری را که بر مطبوعات خطاب کردن او را دوباره باید پس با پوزش از مطبوعات بخواهند، در حالی که خودشان با تلویزیون ها را باز میخواهند میگن بیان که ما کنفرانس مطبوعاتی دارم. بر علیه مطبوعات جهاد صادر میکنه یک گپی غیر ما جغیر مسئولان است که در رابطه باید ما موضوع خود داشته باشه که نباید از مجلس رسمی پارلمان همچون صحبت های ساده شد. در همین حال نهاد نی بر تصویب هرچه زودتر قانون رسانه ها تاکید می ورزد و از حکومت می خواهد تا جلوه چنین گفته ها را بگیرد. به باور این نهاد کاربرد ابزاری از چنین واژه ها باعث تحریک افراد در برابر خبرنگاران خواهد شد. برخاستادان دانشگاه کابل می کوشند تا تنش ها را در این دانشگاه بیشتر سازند و نیز روند آموزش را بر هم بزنند. وزیر تحصیلات عالی میگوید استاد در دست دارد که برخی از استادان دانشگاه کابل نخواست دانشجویان علوم اجتماعی را به تحصن تشویق کردند و سپس خودشان به جمع استادان معترض پیوستند. در این حال شمار از سناتوران از احتمال گسترش دامنه اعتراضهای برخی از استادان و دانشجویان دانشگاه کابل به دانشگاه های ولایت ها هشدار میدهد. ادامه خبر هاست. طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. حسن روحانی برنده شدنش را در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروزی میانه روی بر افرادگرایی می داند. رئیس جمهور تازه ایران می گوید که اکنون برای کسانی که دموکراسی را صادقانه حرمت می گذارند فرصت تازه فراهم شده است. در این حال امریکا، بریتانیا، فرانسه و اسرائیل از رئیس جمهور تازه ایران میخواهد تا برای از میان برداشتن نگرانی‌های جهانی در پیوند با فعالیت‌های از این کشور و بهبود وضع حقوق بشر در ایران دست به کار شود. برنده شدن حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران نه تنها از سوی شهروندان این کشور بل از سوی قدرت‌های غربی نیز استقبال شده است. پس از آن که حسن روحانی با به دست آوردن بیش از 18 میلیون رای توانست 5 رقیبش را شکست دهد، هواداران وی با ریختن به جاده‌های شهرهای گوناگون ایران به رقص و پایکوبی پرداختند. ما میخوایم اون چیزایی که گفتن، یعنی ارزش ریال برگردونن و هویت ملی ایرانی رو برگردونن. من از آقای روحانی خیلی تشکر میکنم به خاطر حضوری که در انتخابات داشتن، از آقای دکتر عارف که این ائتلافو داشتن و رأی یک جانبه ای شد به نفع اصلاحات. در همین حال رهبر مذهبی ایران نیز پیروزی حسن روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک میگوید. آیت الله علی خامنه ای از تمامی مردم ایران میخواهد تا با رئیس جمهور منتخب این کشور همکار باشند. محمود احمدی نژاد نیز پیروزی جانشینش را تبریک میگوید. از سوی دیگر کاخ سفید نیز برنده شدن حسن روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک میگوید. سخنگوی کاخ سفید میافزاید که واشنگتن آماده است تا در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای ایران با حکومت تازه این کشور به گونه رو در رو گفتگو کند. وزیر خارجه بریتانیا از رئیس جمهور تازه ایران می‌خواهد تا نگرانی‌های جهانی را در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای تهران از میان بردارد.
فرانسه نیز اعلام کرده است که آماده کار کردن با حکومت تازه ایران است. رئیس جمهور روسیه از حسن روحانی می خواهد تا برای گسترش روابط تهران با مسکو تلاش نماید. در همین حال حسن روحانی که پس از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران سخن می گفت، اعتماد مردم این کشور را نسبت به خودش قابل ستایش می داند. ملت سرافراز ایران حماسه حضور و مشارکت مؤثر و معنادارتان در انتخابات در راه انجام وظایف دینی و ملی و در پاسخ به ندای رهبری معظم انقلاب بر شما مبارک باد. حسن روحانی 64 ساله دکترای حقوق دارد و گفته می شود که وی به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی و عربی می تواند به گونه روان صحبت کند. پیش از این حسن روحانی رئیس دبیر شورای امنیت ملی، نماینده مجلس خبرگان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مجلس و گفتگو کننده هسته‌ای ایران ایفای وظیفه کرده است. حسن روحانی وعده سپرده است که افزون بر از میان برداشتن مشکلات اقتصادی، زندانیان سیاسی را رها خواهد ساخت. اما با گذشت زمان ثابت خواهد شد که این رئیس جمهور میانه رو ایران خواهد توانست وعده هایش را عملی سازد یا خیر. در اگرشتن فجرها در عراق 20 کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. با گفته مقام های امنیتی عراق، انفجارها امروز در بخش های بیشتر شیعی نشین شهرهای محمودیه، ناصریه و بصره رخ دادند. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. ایالات متحده آمریکا برای رشد تجارت زنان در افغانستان کمک مالی می کند. بر بنیاد تفاهم‌نامه‌ای که امروز میان وزارت تجارت و صنایع با نماینده تجارت خارجی آمریکا امضا شد، این کشور زنان بازرگان افغان را بر بنیاد اولویت‌های درج شده در این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد. انور هاشمی گزارش می‌دهد. پس از این تمامی کمک های ایالات متحده آمریکا در بخش توانمندی اقتصادی و رشد تجارت زنان بر بنیاد اولویت های صورت خواهد گرفت که در این تفاهم نامه گنجانیده شده است. حل مشکلات فنی و مالی زنان بازرگان در نهادهای دولتی و غیر دولتی، دسترسی زنان بازرگان به قوانین و برنامه ها برای رونق دادن تجارتشان و ایجاد سهولت ها برای رشد تجارت زنان در بخش های مختلف مشمول تفاهم نامه مشترک افغانستان و امریکا است که با کمک امریکا از سوی حکومت افغانستان عملی خواهد شد. دی تفاهم لیک هدف د خزو د سوداګری زو د چارو د ودی لپاره هغه شریک کوششونه دی چې د افغانستان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په ګډه سره په هغې باندې کار کوي تر څو وکولی شو چې د ښځو سوداګریزو کړنو ته وده ورکړو. ما در این بخش کمک میکنیم. ما به گفتگوهایمان با وزارت تجارت و صنایع برای مطمئن شدن کمک به زنان بازرگان ادامه میدهیم و تلاش میشود تا با بکارگیری از توانایی های زنان در بخش تجارت آنان را کمک کنیم و نیز حمایت از زنان بازرگان و متشبس از برنامه های در اولویت ایالات متحده آمریکا در افغانستان است. در حال حاضر آگاهی نداشتن زنان بازرگان از قوانین و شیوه های بازرگانی معیاری، مشکلات مالی، نبود حمایت از زنان بازرگان و ناامنی ها از مشکلات اساسی زنان بازرگان گفته می شوند. بر بنیاد اطلاعات وزارت تجارت و صنایع تاکنون بیش از 1500 شرکت که از سوی زنان رهبری می شوند ایجاد شده اند. اما در حال حاضر کمتر از 1000 آنها فعالیت دارند و متوقعیشان به سبب مشکلات یاد شده ورشکست شده اند و یا کاملا از کار باز مانده اند. کار ساختن خط آهن از بلسولی کلدار ولایت بلخ تا بندر آقینه ولایت فاریاب امروز آغاز شد. وزیر فایدامه میگوید که این خط آهن که 330 کیلومتر درازی دارد تا 2 سال دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. این خط آهن افغانستان را با آسیای مرکزی و از این راه با اروپا وصل خواهد ساخت. وزیر فواید عامه در مراسم آغاز کار خط آهن مزار شریف آقینه میگوید که با ساخته شدن این خط آهن افغانستان برای نخستین بار بخشی از شبکه خط آهن آسیای مرکزی خواهد شد که به شبکه های خط آهن اروپا وصل می شوند. بین 150 تا 200 میلیون دلار اتمام میکنه که البته مربوط از این میشه که در راه ما با چی موانعی برمی خوریم. با دست مطالعات تکنیک اقتصادی دقیق معلوم میشه که ما چه خسارتی گذاری کار داریم. اینا اگر ما 150 میلیون بگیریم و 300 کیلومتر سرک
ما ضرب 150 میلیون در پی کیلومتر مصرف کنیم میتونیم که رقم تقریبی مصرفات پیدا کنیم. از سوی هم والی بلخ میگوید که با ساخته شدن این خط آهن سهولت های فراوانی در کار بازرگانی و انتقالات فراهم می شود و این خط آهن مسیرهای ترانزیتی را نیز کوتاه‌تر می سازد. شما ببینید که کشتی در 25 روز از اروپا به خلیج فارس میرسه، ولی اگر مستقیم از اروپا به توسط خط ریل ترن بار شوه در 12 روز به مزار میرسه. پس واضح است که هم سرعت عمل بر انتقال از زمان خوب استفاده میشه و هم جای کار باز میشه و هم ارزان تمام میشه. از هر نقطه نظر ما میتونیم از این بهره برداری بکنیم، درآمد بسیار زیاد میشه، اقتصاد رشد میکنه. خط آهن مزار شریف آقینه در حدود 150 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی بانک توسعه آسیایی پرداخته می‌شود. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 55 افغانی و 95 پول، یک یورو 74 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 990 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 559 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتون میکند. با عرض سلام، این هم چند رویداد ورزشی. تیم ملی تکواندوی نوجوانان افغانستان برای حضور در هفتمین دور رقابت‌های قهرمانی تکواندوی نوجوانان آسیا امروز رهسپار اندونزیا شد. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 42 کشور آسیا در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار می‌شوند و دو روز ادامه خواهند داشت. در این رقابت‌ها با نمایندگی از افغانستان 11 مبارز، دو داور جهانی، دو مربی و سه ناظر شرکت می‌کنند. نوجوانان تکواندوکار کشور برای برافراشتن پرچم افغانستان در میان 43 کشور قاره آسیا رهسپار جاکارتا شدند. ما پیش روی مسابقات جهانی نوجوانان به 2014 داریم و همچنان المپیک نوجوانان که ما بتونیم از این چهره‌های خوبی را شناسایی کنیم تا به اون مسابقات بهترین‌هایش انتخاب کنیم تا یک دستاورد خوب برای افغانستان داشته باشیم. افغانستان در تکواندو مشمول 5 کشور برتر قاره آسیا است و برای بهبود بخشیدن این جایگاه نیاز به تلاش‌های بیشتر است. انشاءالله میتونیم که مقام بالاتر یعنی دویم یا سیوم بگیریم. مسابقه آسیایی می باشه و با دعاهای مردم خود امید به خدا که با دستاورد پس به افغانستان بیم. یکونی ما میشه که ما برای مسابقات آمادگی گرفتیم. رقابت های تکواندوی قهرمانی نوجوانان آسیا هر دو سال یک بار برگزار می شوند و افغانستان از ششمین دور آن رقابت ها که در ویتنام برگزار شده بودند دو مدال نقره و سه مدال برنز در کارنامه دارد. تیم ملی والیبال افغانستان در برابر ازبکستان شکست خورد. در این دیدار که در چهارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی والیبال از حوزه مرکزی آسیا در کازاخستان برگزار شد، ازبکستان 3-0 افغانستان را شکست داد. تیم ملی والیبال افغانستان در دومین دیدار و آخرین دیدارش امروز در برابر کازاخستان به میدان می‌رود. در این رقابت‌ها با نمایندگی از افغانستان 12 ورزشکار، یک مربی و دو کمک مربی شرکت کردند. و اینکه تیم بسکتبال اکادمی ملی نظامی با شکست دادن لوای حمایت راهی دیدار پایانی رقابت‌های انتخاباتی بسکتبال اردوی ملی شد. پیش از این تیم بسکتبال مکتب نظامی از صد فرماندهی لوجستیک گذشت و جواز حضور به دیدار پایانی را به دست آورد. در پایان رقابت‌ها 12 چهره برتر به تیم منتخب بسکتبال اردوی ملی برگزیده خواهند شد. در این رقابت‌ها 9 تیم از اردوی ملی شرکت کردند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می کند. فردا کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 24. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19.
این متخبرها تا این ساعت است. توجهتان جهان سپاس از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.